عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله متعال سیاجان می فرمایه که چه بسا کارهایی که شما اونا رو دوست ندارین برای شما سخته، اما الله متعال در دل از او برای شما یک خیر گذاشته و در حقیقت این کاری که شما اون دوست ندارین مایه خیر و آرامش شمانه. بعضی آیات در کل سیاجان قاعده فرمولی به حیث یک فرمول و یک قاعده هن. یک قاعده برای انسان میرسانن و یک فرموله که ای آیه از امون قسمه با. یک فرموله اصلا آیات قرآن کریم در هیچ جا مفهوم از او پیدا نمیشه. میگه آفاق را گردیدم، مهربتان ورزیدم، دوستان خوب بدیدم، اما تو چیز دیگری. آیات قرآن کریم چیز دیگیه که انسان نمیتونه اونا رو پیدا کنه. اصلا الله متعال از این آیه میخواه که انسان رو تربیت کنه. دقیقا که اگر من بر تو یک بدی دادم و بر تو یک شر رساندم، ای به خیرتونه و ای به مصلحتتونه و به این نفع و فایده تونه و تو از او سود میبوری. سیر جان یک از بزرگان میفرمایه که والله اینی لأدعو الله بشیء، قسم به خدا هر زمانی که من از الله متعال یک چیز طلب میکنم و خواهش میکنم و خواسته منه، فإن اعطانیه فرحت مرتا، میگه اگر الله متعال سیر جان اور برای من بده، من یک دفعه خوشحالی و خرسندی میکنم. فإن منعنیه فرحت عشرا، اگر الله متعال اور برای من نده خواسته مر، من ده مرتبه خوشحالی میکنم. میفهمید چرا سیر جان؟ میگه به خاطر که لأن الاول اختیاری، یکی اول انتخاب منه، من دوست دارم که الله متعال اور برای من بده، و ثانی اختیار الله، و ای که الله متعال اور برای من نمیده اختیار الله متعال، پس بیشتر خوشحال میشم، بیشتر خرسند میشم، به خاطر از اینکه حتما الله متعال در این خیر و مصلحت دانسته بود که برای من نداد. سیر جان خیلی از مادرها هستن که دوست دارن طفل دارشن اما نمیشن، این بدانن که الله متعال در این یک مصلحت گذاشته. دوست دارن در یک جای استخدام شن ولی نمیشن، این الله متعال در او یک خیر گذاشته. دوست دارن با یک فامیل خیشی کنن و داماد یک فامیل بشن ولی نمیشه، بدانن که الله متعال در او یک خیر گذاشته. دقیقا سیر جان به مثل یک طبیبی که داروی تلخر برای مریض خود میده، اما نتیجه از یک خیره که مریض از او شفایاب میشه، و یا که او عملیات و جراحی میکنه اما به خیر و خوبی میرسه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سیر جان وقتی که از مکه بیرون میشن خیلی غمگین آزرده میشن، میگن من چه قسمی مکه که او اینقدر دوست دارم رو ترک کنم و بیرون باشم، اما به خاطر که دستور الله، به خاطر از اینکه برن در مدینه یک دولت تشکیل بدن بیرون میشن. سرانجام ای کار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باعث از این میشه که در مدینه یک دولت تشکیل بدن. پیامبر نامه ها رو برای پادشاه ها بفرستن و سرانجام ای آغازی برای فتح مکه میشه. بله، اصلا سویل جان بیایم حضرت ابن عباس رو نگاه کنیم که یک خاطره شیرینی در زیل از این آیه تعریف میکنن. میگن ما پشت سر پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودم بروی همون مرکب و در یک را میرفتین. پیامبر صلی الله علیه و سلم من خطاب کردم، گفتن به او چیزی که ابن عباس، به او چیزی که الله متعال برای تو تقدیر کرده و اندازه کرده راضی باش، به خاطر که ای الله متعال و به خاطر از اینکه قرآن کریم ثابت کننده ای چیز می باشه. دقیقاً حضرت ابن عباس میگه به کجا، به کجای قرآن کریمه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم ای آیه مبارکه میخوانم و تلاوت میکنن و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، خیلی از چیزها بدتون میآید و ناخوشاینده اما او به خیرتونه و به مصلحتتونه. جالبتر از او، روز یک خانم میره پیش حضرت داود علیه السلام، میگه که من در آستانه رفتن به طرف دوکان بودم تا ای که همین ریسیندگی نخیر که میکنم به خانه و دیگه درآمدی ندارم ایر ببرم بفروشم. ناگهان پرنده آمد و همی کیف سرخ مر گرفت و این نخار چنگ زد و رفت و من آمدم به در دروازه تو، چون دیگه هیچ پول و پیسه به من باقی نمانده که به طرف خانه برم و برای اولادهای خود چیزی بخرم و نفقه بکنم، و من بیویم و اولادهای من یتیمن، سرپرست ندارن. در آستانه همی شکایت بود که یک فرد با چندین تاجر داخل میشه که هر کدوم با خود 100 دینار دارن. وقتی که داخل میشن و پیش حضرت داود علیه السلام میآیند، حضرت داود برای این تاجران میگه که شما به چی کار آمدیم؟ میگن که ما به خاطر این طلاها آمدیم. میگم داستان این طلاها چیه؟ میگن که ما در دریا بودیم، ناگهان دریا طوفانی شد و کشتی ما مشکل داشت و پرنده از هوا یک کیف قرمز برای ما کیف سرخ انداخت که اگر همون کیف نمیفتاد و ما ای و مشکل حل نمی کردیم،
کشتی حتما غرق میشد. جالب. اما همو پرنده بود که کیف را انداخت و این مشکل خور حل کردیم و جالبتر از این که داخل از او کیف این 100 دینار پیدا شد. بسیار جالب. و این 100 دینار را آوردیم برای تو حضرت داوود تا ای که به شکرانه ای که ما از این غرق شدن نجات پیدا کردیم اینا را صدقه بکنیم. بسیار جالب. بعد از حضرت داوود رو به طرف خانم میکنه میگه دیدی که الله متعال ظلم نمیکنه، الله متعال عادلانه تقسیم میکنه. این چیزی بود که بعد تو آمد، اما الله متعال به خیر تو فیصله کرد. دقیقاً. و همین گپی که شما آخر گفتیم سیار جان، حسن تو جوانه و شخصیت هایی که دوست دارن یک کار برای از اونا اتفاق بیفته. بله. ولی نمیشه. باور بکنین در همین دنیا میبینن که عدم اتفاق از او کاری که خواسته از اینا بوده به خیر از اونا تمام شده، به مصلحت از اونا تمام شده. دقیقه. یک روز یک زن به نام فاطمه بنت قیس، فاطمه بنت قیس خیلی دختر زیبایی بود. بله. زیبا صورت و زیبا چهره بود. بله. و از حسب و نسب بالای برخوردار بود. بله. ایبن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میه و میگه رسول الله من مشوره بدین من با کی ازدواج کنم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم اسامه رو دوست دارن، میگن ای فاطمه با اسامه ازدواج کن و با او ازدواج کن و عروسی کن. بعد ای کمی دل از او میلرزه، میگه ای پیامبر اسامه کمی سیاه‌تره. یا برای پیامبر میگه یا در دل خود که اسامه کمی سیاه‌تره و خیلی تصمیم جدی نمیگیره برای ازدواج با اسامه. ولی چون مشوره پیامبره و میدونه که پیامبر به جز از مصلحت و خیر به دیگه چیز مشوره نمیدن، قبول میکنه. بعدها که از زندگی دو زوج جوان تیر میشه، از اونا سوال میکنن از فاطمه بنت قیس که ای فاطمه چه شد؟ میگه قسم به الله زندگی من سراسر خیر و شادی و خوشیه و الله متعال در من خیر و برکت رو گذاشته به خاطر که من با اسامه قرین بودم. یکی از شیخهای عرب قصه میکنه، میگه یک زن طفل نمیارد سیار جان، طفل نمیارد، این خیلی طفل رو دوست داشت. بعد شوهر از او میره با یک زن دیگه ازدواج میکنه و از این زن خود طفل دار میشه، یک طفل بسیار مقبولی. این شوهر با زن اول خود میره به عمره. بعد این طفل به پیش زن دوم میمانه. یک روز طفل میره به طرف آتش و بخاری نزدیک میشه، انسانه، شاید حسادت در دل داخل شه و این زن دوم این طفل رو مانع نمیشه و بعد دست از این کودک میسوزه و زخمی میشه. بعد بزی خبر میرسه که به این زن دوم که شوهر از او همراه زن اول وفات کرده داخل تا راه حادثه کرده و این داستان داستان واقعیه. بعد رفته رفته این طفل از این زن دوم میشه، بزرگ میشه، این زن دوم رو مادر صدا میکنه. جالب. بعد از یک طرف این زن به این آیه الله متعال یقین میکنه که اصا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم، من این ازدواج دوم همسر خود دوست نداشتم اما حالا فرزنددار شدم. بله. فرزند در دوستش. اما از یک طرف هر باری که این طفل او رو مادر جغ میکنه جگر از این میسوزه و پاره میشه که چرا من او روز این طفل رو مانع نشدم. بله. سوهل جان، اصلا این یک قانونیه که الله متعال گذاشته. بسیار. و میگه که این دنیا وقتی که ما خلق کردم قوانینی داره که یکی از او قوانین اینه که همیشه تو چیزی که دوست داری برای تو نمیدم. خیلی چیزا هست که تو اور دوست نداری، اما چون من میفهمم و از آینده خبرم که ای به مصلحت تو نیه، از این خاطر ایر برای تو نمیدم. دقیقا. و یا ای که ای فعل بد و یا چیزی که بد تو میای اور برای تو میدم و در آینده به خیرتونه از این خاطر. ببینیم وقتی که این قانون رو ما قبول کنیم واقع گرا میشیم، واقعیت ها رو قبول میکنیم و آنن تصمیم نمیگیریم و ملامت و سرزده نمیکنیم کسی. یک روز یک پادشاه وجود داره که وزیر حکیم داره، وزیر دانای داره. این وزیر به هر کار پادشاه که انجام میده و شاید بعد پادشاه بیایه میگه خیریتی حتما در این کار وجود داشته. یک روز پنجه پادشاه از بند قلم میشه، میگه حتما خیریت، وزیر میگه حتما خیریتی در این کار وجود داشته. پادشاه بعد میایه و این وزیر را زندانی میکنه تا ای که پادشاه بعد از چند وقت از زندانی وزیر که تیر میشه میره به شکار و به دنبال شکار آنقدر شکار را دنبال میکنه که از حیطه و سرزمین خود خارج میشه و به قومی میرسه که او قوم بت پرستن و به خاطر نظریه بت ها خود افراد را قربانی میکنن. وقتی که این پادشاه به گیر این مردم میفته میخوایم او رو قربانی بکنم، رئیس این قوم میبینه که پادشاه پنجه و قلم کرده، میگه این آدم رو رها بکنین که این پنجه از این قلم شده و این ناقص ما اشخاص کامل برای از این بت ها خو قربانی میکنه. جالب. و این ناقصه. این پادشاه وقتی که نجات پیدا میکنه و میآیه و کاخ وزیر رو میگه بیاریم. وقتی که وزیر میآیه میگه که
تو هم روز به من گفتی خیریت در ای کار وجود داشته، خیریت ای کار حالی بوده که برای من نمایان شده، اما وقتی که تو رو به زندان انداختم گفتی حتما در زندان رفتن من هم خیریتی وجود داره، اما نفهمیدم خیر بودن زندان رفتن تو چی بوده. گفت پادشاه ها، اگر فعلا و همین روزی که شما به اونجی رفتیم من هم همراه شما می بودم، خب شما خو ناقص بودیم، شما قربانی نکردن، حتما من قربانی میکردن که سالم بودم. از این خاطر ما به زندان رفتم، شما هم قربانی نشدیم و من هم الله متعال نجات داد. امید به اون روزی که ما به الله متعال اعتماد کامل داشته باشیم و واقعیت ها و قوانینی که الله متعال به این دنیا وضع کرده و اونا رو قبول بکنیم و امید داشته باشیم انشاءالله. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. چی بسا چیزهای شما دوست داشته باشید که اونا به پی خیر شما نباشند، و چی بسا شما چیزهای دوست نداشته باشید که اونها در پی خیر شما باشند. جناب آقای عصمت الله ابراهیمی، بسیار تشکر از اینکه به برنامه ما تشریف آوردین. ممنون شما، لطف کردین، مهربانی کردین. میخواییم در این قسمت از برنامه از شما بشنویم و مستفید بشیم از داشته های شما و از این که آیا نسبت به ای آیه کدام تجربه و نمونه عملی در زندگی خود دارین یا نه. من هم بنابی خود عرض سلام و وقت بخیری دارم محضر آقای پناه و همه بیننده های نهایت عزیز و گرامی. وقت شما خوش، انشالله که رمضان خوب و خوش رو سپری بکنیم. آیه که تلاوت کردیم دقیقا من به یاد داستان از زندگی خود افتادم. من دقیقا سن 17 سال قرار داشتم که به درخواست پدر و مادر به هر حال ازدواج کردم. خب. و بعد از او سن و سالی که قرار داشتم صنف 10 مکتب بودم و خانومم جدیدن قرار بود شروع درس و تعلیم بکنه، چون گذشته ازی هنوز درس نخونده بودم، موقعیتی که قرار داشتم برنامه ساید نبوده. بله. خب هر حال همو خواسته ایمه بود و خود اینا هم علاقه منده ای بود، شروع کردم به درس از صنف 4 مکتب. بله. وارد مکتب شدم و من هم دقیقا سال 9 مکتب بودم که تمام شده بود و سال 10 مدرسه شروع کردم. بله. در امروز یک موقعیت ما ازدواج کردیم، حدودا 7 سال از ازدواج ما گذشت و خداوند برای ما طفل نداد. خب به خاطر تشویش هایی که خانم مدش و گاهن برای خود می پیش می شد و انتظاری که پدر و مادر داشت، به هر حال چون پسر بزرگ اینا بودم و گویا که نواسه ما سه باشم اینا. بله. خب گاهن تشویش های پیش می شد و خب برای حل مشکل ما برای دکترها و متخصص ها اینا مراجعه کردیم، تا ای که آخرین بار یاد من یکی از متخصصین وقتی ما و خانم مراجعه کردیم برای ما گفت که دیگه برای حل این مشکل تلاش نکنیم که نتیجه ای نمیده. من خب به عنوان یک انسان برای شخص ما و خانم ما خب یک سری حسرت ها و غم های بالاخره فشار وارد کرد. خب یک دوستی داشتم به نام نجیب الله، ای بری خبر شد از قضیه، گفت فلانی حالی که تو به ایراد جواب دادم باید بری پاکستان. گفتم که من اصلا پولی ندارم برای تداوی، خونه میتونم. گفت که از امی الف تا یا کل مصارف تو رو میپردازم، هر وقت که بخیر پول دار شدی باز قرض مرا بپرداز. چی مهربانی. من زمین نزی که زمین جزو تشکر میکنم، الله متعال مریض و شفای عاجل نصیب بکنه. بیادی آیه همیشه میفتادم و حالا که ما و خانم قصه میکنیم گاهی میگم چه جالب گفته خدا که اصلا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم و اصلا ان تحب شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. بعد از 7 سال الله متعال من گرفت و مراجعه به دکتر کردم بیرون از کشور. الله متعال نوید خوشی طفل دختری برای ما داد، نامی اور بشرا گذاشتیم، چون یک بشارت بود در زندگی ما. بله بله. بعد از اون ما گاهی میشینیم تحلیل میکنیم که اگر به همون موقعیتی که ما قرار داشتیم که خانم صنف 4 مکتب بود و من هم متعلم صنف 10 مکتب بودم، خدا برای ما طفل میداد که حال ما 3 طفل داریم.
چیز واضحی بود که او نمیتونست مکتب رو تکمیل بکنه و من هم نهایتاً شاید فارغ از صنف 12 می بودم که الحمدلله خالما به درجه لیسانس رسیدم و امید هست که انشالله با این دار بتونیم پیشرفت باور دارم پیشتر بریم و خانم من حداقل صنف 12 مکتب رو فارغ شد که همیشه بیاد این میفتم که اگر خدا نخواسته به اساس خواسته ما می بود و ما چون دوست داشتیم که به اون موقعیت خدا برای ما طفل نازنینی بده خب ما از یک سری موفقیت ها و پیشرفت ها در زندگی میموندیم. بعد آدم واقعا پی میبره به اینکه خوب شد که خدا طی اون 7 سال برای ما طفل نداد، هر که اطفال نداد، من تونستم دوری تحصیل خود را تمام بکنم تا مقطع لیسانس و خانم میتونست حداقل مکتب خود را به پایان برسن و این اساسی ترین پیامیه که در زندگی من این آیه داشته و مستفیدم از آیات قرآن کریم بویژه این آیه در زندگی من تاثیر بسیار بسیار داشته. در این شک وجود نداره، واقعا یک داستان عبرت انگیزه برای هر مسلمان در زندگی متوجه باشه. خیلی از چیزهای ما دوست داریم طبیعتاً آقای ابراهیمی عزیز که ممکن به پی خیر ما نباشه و بین مقابل خیلی از چیزهای باز دوست نداریم که ممکن همونا به پی خیر ما منجر بشن. خب بسیار تشکر از شما ابراهیمی صاحب عزیز که به برنامه ما تشریف آوردین، مستفید شدین، بهرمند شدیم از گفته های ناب شما. زنده باشیم. تشکر از برنامه بسیار زیبا و آموزنده شما. پیام اخیر میشه برای بله کسایی باشه که اگر خدای نخواسته در زندگی همچون مشکلات داره شبیه هیچ وقت ناامید نباشن، چون موقعیتی که قرار دارم خدا بهتر تشخیص میده که قیال بری و فلان نعمتی که خواستار از الله متعال داده بشه یا خیر، بخاطر ای که شاید الله متعال انتظاری که آدم میکشه صبری که میکنه بهتر از اون بری و عطا بکنه. بله بدون شک. این الله معصابیری. بله. خیر افیاد باشم. خوش آمدید. شما سلامت باشید. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. باز هم یکی از قوانین اصول تربیتی و ارزش های الله متعال. ببینین در این آیه مبارکه سهیل جان الله متعال خیلی فواید نهفته و برای بنده خود میخواه اونا رو بیان بکنه. اولین فایده ایدریس جان و اولین گپی که میخواه برای ما بیان بکنه و با فهمانه اینه که امتثال امر الله متعاله، فرمان برداری از الله متعاله، یکی از اوامر و نواهی الله متعال ما اطاعت بکنیم. اوامر و نواهی الله متعال مثل چی؟ نواهی الله متعال مثل قضای لذیذیه که خیلی خوشبو و خوشطعمه اما داخل او زهراگینه و زهر ریخته شده، و اوامر الله متعال مثل دواء طبیب می باشه که تلخ و بدمزه اما وقتی ما فایده او رو می فهمیم که وقتی که او رو بخوریم و بنوشیم و شفایاب بشیم. اوامر و نواهی الله متعال به همین قسمه، و وقتی که ما خواسته باشیم در برابر اوامر و نواهی الله متعال صبر بکنیم باید دو ویژگی داشته باشیم. اول علم و یقین داشته باشیم که ای از طرف الله متعال اگرچه بد ما می آید، و همچنین صبر داشته باشیم اگرچه بد ما می آید باید انمی فعل رو بپذیریم اگرچه برای ما خوشایند نیه، و همچنین باید شکرگزار باشیم در وقتی که الله متعال یک خوبی رو به ما میده اما سرانجام شاید بد باشه، اما سرانجام شاید یک فتنه و آزمایش باشه، در ظاهر خوبه اما در اخیر شاید یک آزمایش باشه. از این خاطر باید شکرگزار الله متعال باشیم تا ای که او الله متعال برای ما تا و آخر و سرانجام از او به خیر و خوبی تبدیل بکنه. روز یک دختری به مسابقه شرکت میکنه و به زوم مسابقه ناکام میشه. میگه که میای داخل خانه و داخل آشپزخانه خانه شروع میکنه به گریه کردن. مادر از این وقتی که داخل آشپزخانه میشه میگه دخترم چرا گریه میکنی؟ میگه که به مسابقه من ناکام شدم. او دختری که دوست داشتم که یعنی خودم سیمفی بودک او برای من از من سوء استفاده کرد و یعنی رقابت ناسالم خودم ایجاد بکرد، و او بچه یتیمی که در یتیمخانه همیشه میرفتم از او سر میزدم، او هم خبر شدم که سرطان داره. حالا غم بالای غم مرا فرا گرفته. بعد از او مادر از او
چرت میزنه میگه که دخترم تو یک کیک دوست داشتی، او کیک رو برای تو پخته کنم. میگه ها چرا پخته نمیکنی؟ در غرق گریه. بعد از اون مادر از اون وقتی که پیش دگ میره میگه که برای دختر خود خطاب میکنه، میگه برو آرد بخور، بعد از اینکه آرد خوردی تخم مرغ هم بخور و بعد از تخم مرغ شکر رو هم بخور. مادر از اون طرف دختر به طرف مادر خود نگاه میکنه، میگه ما در اوج غم و در اوج ناراحتی تو خودم شوخی داری و مسخرگی داری؟ میگه نه، وقتی که اینا رو همه ما خود هم بکنم میشه کی که تو لذت میبری از وقتی که بخوری، اما وقتی که اینا رو تکی تکی بخوری تبدیل میشی به مریض. حالا وقتی که این مشکلات با هم یک جا بشه و پخته بشه و در اخیر الله متعال خیر و خوبی ها دروازه ها رو به طرف تو بگشایه، این مشکلات لذت بخشه. اما اگر تکی تکی به طرف هر کدوم از اینا نگاه بکنی، اینا تو رو مریض میکنه، این همو کیک. بسیار بجا و درست سیا جان. اصلا آیه های الله متعال من حیث یک قاعده است. شما ببینین انسان مسلمان باید اذعان و یقین داشته باشه که این مفاهیم بجز از قرآن کریم دیگه در هیچ کتابی پیدا کرده نمیتونه. این کتابی نیست، چیز دیگری است. این کتابی نیست، یک چیز دیگیه. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش. دقیقاً تمام کتابا را که شما بخونین این مفاهیم رو پیدا کرده نمیتونه. الله متعال میگه چیزی رو بد میبره ولی او به خیر شما نه. میگن یک فامیلی هست در تاریخ اسلام زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، فامیل ابو سلمه. ابو سلمه و ام سلمه اینها از کسانی بودند که در آوان اولی ظهور اسلام مسلمان میشن. بعد که مسلمان میشن اولین خانواده هم که هجرت میکنن از مکه به طرف مدینه. بله. بعد این دو تا از هم سیوا میشن در مسیر هجرت و در مدینه که میان با هم یک جا میشن، ام سلمه و ابو سلمه. بعد از قضای الله متعال و تقدیر الله متعال ابو سلمه میخواد وفات کنه. میخواد وفات کنه. ام سلمه یک جمله بسیار جالبه میگه. میگه اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. ای الله از ابو سلمه برام بهتر بده. کسایی که به اطراف از او هستن از او سوال میکنن ای ام سلمه آیا از ابو سلمه بهتر هم ممکنه؟ ممکنه ابو سلمه که به خاطر تو اینقدر زحمت کشید و هجرت کرد و با هم ایمان آوردین و با هم محبت داشتین، الله متعال ام سلمه به خاطر از این دعای از او یک از امهات المؤمنین میکنه جا. و بعد از اینکه ابو سلمه وفات میکنه، ام سلمه همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میشه و او وقت میگه بله از ابو سلمه بهتر هم هست و او کسی نیست جز پیامبر. وقتی که حضرت موسی به دنیا میایه، مادر از او دل از او میلرزه و میشکنه، میگه چرا در وقتی فرزند ما به دنیا آمد که اطفال ذبح میکنن؟ اما روزی میشه که همین حضرت موسی در مقابل فرعون استاد میشه. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اما قسم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. با گفته شما سیر جان و سیر جان، یکی از قوانین الله متعاله. خیلی از چیزها هست ما تمایل داریم برای از اونا برسیم ولی در خیر ما نیه. خیلی از کارها رو دوست داریم انجام بدیم، ممکن به پی خیر ما نباشن. خیلی از جاها رو دوست داریم بریم، ممکن به پی خیر ما نباشن. بالمقابل خیلی از جاهای دوست نداریم بریم، ممکن به پی خیر ما باشن. خیلی از کارهای ممکن دوست نداشته باشیم انجام بدیم ولی پی خیر ما باشن. به همین خاطر انتخاب، اختیار و گزینش الله متعال به مراتب بهتر از انتخاب و گزینش بنده برای خودیانه. یکی از مفسرین یک مقوله بسیار جالب داره، میگه اختیار الله لعبد خیر من اختیار العبد لنفسه. اختیار الله متعال، انتخاب الله متعال به مراتب بهتر از انتخاب خود بنده. بسیار درسته. مثلا یک نفر در زندگی خود انتخاب میکنه که ما با این فرد ازدواج میکنم و ظاهر قضیه دیده، اما پشت از این قضیه نمیفهمه که چی عقائق نهفته است. ممکن ازدواج کردن با او فرد به پی خیر او نباشه. خداوند درها همه بسته میکنه، فرد ناامید میشه در زندگی که چیکار شد، چری دروازه ها همه بسته شد، من چرا نمیتونم که امیر درست برم و ازدواج بکنم. اما نمیفهمه که نه تنها مکان درست ازدواج عالی نیه، نه تنها زمان درست ازدواج عالی نیه، بلکه نه تنها گزینش درست ازدواج عالی نیه. دقیقاً. بلکه همه چیز بعد از اینها نفته. خداوند هم مکان، هم زمان و هم گزینش بهتر از ما میفهمه. وقتی که حضرت یوسف علیه السلام در سنین جوانی از پدر و مادر دور میشه،
داخل چاه افتاده میشه، به کاروان فروخته میشه. چی مصیبت ها و سختی هایی که حضرت یوسف علیه السلام در زندگی خونه میبینه؟ آیا پشت از این سختی ها و مصیبت ها میفهمه که عزیز مصر شدن وجود داره؟ خیلی از چیزها هست که ما دوست داریم و پیر خیر ما نیست، و بالمقابل خیلی از چیزها دوست ندارن که پیر خیر ما نه. در حدیث روایت شده که در آخرت اهل خیری که در این دنیا کمتر به بلا و مصیبت روبرو شده بودن، او رحمت و برکت و مقام و منزلتی که به اهل بلا در او دنیا میبینن، میگن ای کاش در این دنیا پست‌های ما با چاقو بریده میشد، پست‌های ما با چاقو بریده میشد تا ما در امروز که آخرته مقام و منزلت ما بلند میرفت. پس عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم.